تو گفتن خانه خدا. آقا خانه خدا یعنی چی؟ اگه هم خدا میخواست به مسخره روی این زمین خونه روز کنه که نمیرفت تو این بیابونای پر بزمجی و مگس و کثافت و اینا، یه درخت هم پیدا نمیشه در خانه خدا. خدا قد صفیح بود، میره بیجا درست حسابی اقلا یه شکوهی، یه هوایی، یه درختی، یه گلی، سبزی، چیزی میگفتن خب این قصر زیباست، قصر خدا، خانه خدا، بیت الله، ام القرا. اینا امور شخصی است، اینا به کسی مربوط نیست. اما وقتی اینا رو میارم سر ما میکوبن، مجبور هستیم بگیم که اینا چیزی نیستن، چون اون گوهر ارجمندی که ما بهش احتیاج داریم و اساره حیثیت انسانی ما درش هست که آزادی ماست، اینا رو گرفتن بابت معاملات، اون نمانده اینا هستیم. وقت ما تمام شد هموطن، نرسیدیم بیشتر به این حال پردازیم. از شما سپاسگزارم. میخواستم امروز خطها رو باز کنم شما صحبت کنید، اما عرض کنم که بس به درازا کشید. درود بفرستم به فرفر شما گرامیان هر جای جهان که هستید، هموطنان گرامی هر جای که هستید. فراموش کردم بگید خدمتتون عرض کنم که کش شده است که افغانستان به لحاظ در برداشتن معادن عظیم لیتیوم و کوبالت و طلا و فلزات کمیاب، اصلا عربستان سعودی هیچ شده پیشش. این رو ارتش آمریکا اعلام کرد. زمینشناسایی که در این سالها کار کردن رکورد و بقیه اسناد هم از روسای زمینشناس گرفته بودن و بیشتر در بخش جنوبی پشتون ایریا هست و امکان این که افغانستان بزرگترین مناطق بشه به لحاظ معدن شناسی و ثروت عظیمی که در اونجا هست، میلیارد یا تریلیون تریلیون ها دلار اونجا فلزات کمیاب هست، یکیش لیتیومه. شما هر کاری بخواد انسان امروز بکند احتیاج به لیتیوم داره و اون در باتری ها مصرف میشه. در بابش بعد صحبت میکنیم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.